به ساعدی در روز 16 فروردین 1363 در شهر پاریس فرانسه. مصاحبه کننده ضیاء صدری. رو در روی با توهین یه مسئله خیلی مهمه. زمان شاه به همه توهین شده بود و بچه‌ای هم توهین شده بود. زن توهین شده بود، مرد توهین شده بود. این در واقع یه نوع انقلاب فرهنگی بود. در مقابل یه چیزی می‌خواستن وایسن. موضوع سند و مدرک در دست کسی نبود. همه گرفتار یه هیستری جمعی بودن. همه خیال می‌کردن تمام دنیا یه دفعه جوشیده. هم بچه می اومد میخواست این جلو پلاسشو نمیدونم اون دودمان پهلوی جمع کنه، گورشو گم بکنه و خود این مسئله میدونست واقعا یه معنی دیگر پیدا بکنه، ولی قضیه تبدیل شد به یه چیز دیگه. اگه قرار بشه که شاهو بکوبی، باید با یه اسیری بهتر بکوبی. یعنی همون اصطلاح عامیانه صابون شاپور و نمیدونم جوادیه منتقل شد تو زیر اینا. من مکه ما خب دما داریم من تو نداریم، من ندارم، همه دارم. اون بدبخت هم داره که الان دماغش خاک شده، خاک رو سره. یعنی که ملت دپولیتیزه بود دیگه. ملت یه پولیتیزه باشه که این کار نمی کنه و اینا هم کار میکنه. بعد اون موقع یه عنصر عجیبی پیش اومد که به نظر من خیلی خیلی مهمه. فقط ترس از انگ تهمت، جب تهمت اون موقع مسلطه. یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله رو آنالیز بکنی، باز بکنی و رگ و ریشش رو پیدا بکنی، تو اصلا انقلابی نبودی. انقلابی کسیست که مشت داره، انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه، انقلابی کسیست که روستر زنش تازور بکنه، انقلابی کسیست دقیقا با جنبی که پیش اومده همه هنگ باشه. آدم های عجیب غریب رو میرون تمام مدت من فکر میکرم اتا اینا شکارچی هن، یعنی دنبال کسی هستن که بزنه نیش. بازار مکاری عجیب غریبی بود. در این حال که همه ریخته بودن، همه میخواستن یه اتفاق بیفته، همه میخواستن جلد یک مار رو بکنن، نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه. اینجاست که قضیه انقلاب تبدیل میشه به طوفان. انقلاب یه معنی داره دیگه. نه